یکی از اشتباهات بسیار رایج در کشور ما که زبان آموزان دچار این اشتباه میشن اینه که شما سعی بکنید انگلیسی رو به فارسی یاد بگیرید که این کاملا یک پروسه اشتباهیه. زمانی که شما یک زبان یاد میگیرید، قسمت جدیدی در مغز شما برای تجزیه تحلیل و صحبت کردن به اون زبان به وجود میاد. همچنین شخصیت جدید انگلیسی زبان شما هم شکل میگیره. در ابتدا اون قسمت جدید در مغز و اون شخصیت جدید مثل یک نوزاد میمونه. خوب مجسم کنید، حرکات و رفتار و سیستم کلن یک نوزاد رو بررسی بکنید تو ذهنتون. اینجاست که من همیشه به زبان آموزان و دوستان میگم بعضی وقتا تو ذهنتون داشته باشید و فکر کنید ببینید شخصیت انگلیسی زبانتون چند ساله است. البته بعضی وقتا هم بد نیست فکر کنید ببینید شخصیت فارسی زبانتون چند ساله است. شخصیت انگلیسی زبان شما تنها با تمرین و ممارست و تجزیه و تحلیله که رشد پیدا میکنه و به مرور میتونه با ادبیات بهتر حرف بزنه و مهارت پیدا کنه و در یک کلام شخصیت شکل پیدا کنه و صیقل پیدا بکنه و بزرگ بشه. از این روز که میگن یادگیری یک زبان جدید یک دنیای جدیده و واقعا هم همینطوره. یک نکته ای که لازمه بسیار بهش توجه داشته باشید و دچار این اشتباه نشید اینه که پروسه یادگیری انگلیسی به فارسی رو کنار بگذارید. پروسه ای که در یادگیری انگلیسی به فارسی و تجزیه تحلیل به فارسی اتفاق میفته رو اجازه بدید من یه توضیح براتون بدم. فرض بگیرید تکستی رو دارید مطالعه میکنید یا یک مکالمه رو از یک نفر شنیدید و میخواید جواب بدید یا هرچی. پروسه کذایی و اشتباهی که اتفاق میفته این شکلیه که شما در ابتدا اون مطلب رو به عنوان ورودی میپذیرید. شروع میکنید به ترجمه واژه به واژه یا جمله به جمله اون ورودی در مغز خودتون به فارسی. بماند که دچار اشتباهات انتقال زبانی میشید، دچار تجزیه تحلیل اشتباه میشید، ترجمه اشتباه میشید، اینا اصلا به کنار. در حقیقت یک خروجی خواهد داشت حاصل این تجزیه تحلیل و ترجمه میشه یک جمله فارسی که شما اون مطلب رو ترجمه کردید تو ذهن خودتون، حالا آیا درسته یا درست نیست به کنار. و حالا میخواید به فارسی اون جمله رو مورد تجزیه تحلیل تو ذهنتون قرار بدید و متوجه بشید که طرف چی گفت. وقتی که این پروسه اتفاق افتاد، حالا باید در ازای اون ورودی یا یک جوابی تهیه بکنید ارائه بدید و یا اینکه اون رو در ذهن خودتون به صورت فارسی ذخیره بکنید و نگه دارید. اگر بخواید ذخیره بکنید، خب طبیعتاً اون جمله رو به فارسی ذخیره کردید و در حقیقت حرکت مثبتی در جهت یادگیری انگلیسی انجام ندادید. وقتی که بخواید پاسخ بدید، مصیبت تازه شروع میشه. شما میخواید که اون جمله‌ای که فارسی متوجه شدید رو تبدیل بکنید به انگلیسی و جواب بدید. با توجه به دانشی که دارید از انگلیسی، شروع می‌کنید به ترجمه و تجزیه تحلیل مجدد اون چیزی که فهمیدید به انگلیسی. حالا اینجا یه سری مشکلات انتقال زبانی و اشتباهات و دامنه لغاتتون کمه و اینا به کنار. در نهایت با کلی فشار به ذهنتون و به سختی یک جمله به فارسی تهیه می‌کنید که ارائه بدید. با توجه به این که تا الان سعی میکردید انگلیسی رو فارسی یاد بگیرید و خیلی تمرین رو بیان و ادای کلمات و جملات ندارید، عضلات دهان و زبان شما توانمندی لازم برای بیان رو ندارند و بیان اون جمله خیلی سخته. توپق میزنید، نمیتونید بیان بکنید، حالا مسائل. دوست مهربان من، کلن این پروسه از ابتدا باطله. حالا شما حالتی رو در نظر بگیرید که یک ورودی رو میپذیرید به عنوان انگلیسی، انگلیسی در موردش فکر میکنید، تجزیه تحلیل میکنید و پاسخ میدید. این پروسه پروسه‌ای است که باعث میشه شخصیت انگلیسی زبان شما و قسمت جدید ایجاد شده انگلیسی زبان مغز شما رشد بکنه، شخصیت پیدا بکنه و توانمندتر باشه. یک نکته بسیار مهم این که فراگیری انگلیسی به فارسی باعث میشه که این قسمت جدید در مغز شما هرگز شکل نگیره و رشد نکنه. و اگر هم شکل بگیره مثل یک کودک عقب مانده هرگز به اون رشد واقعی خودش نرسه. یکی از ایرادات اساسی که بر سیستم آموزش رایج انگلیسی در کشور وارده همینه که باعث نمیشه این قسمت جدید انگلیسی زبان مغز شما شکل بگیره و رشد بکنه. زبان آموزان و دانش آموزان و دانشجویان همیشه سعی میکنن انگلیسی یا هر زبانی رو به فارسی یاد بگیرن و این یک اشتباه فاحش و یک آفت بزرگ در فراگیری انگلیسی و یا هر زبان دیگه ایه.
اجازه بدید قسمت انگلیسی زبان مغز شما و شخصیت انگلیسی زبان شما شکل بگیره و رشد بکنه و توانمند بشه. انگلیسی رو انگلیسی گوش کنید و انگلیسی تجزیه تحلیل کنید و انگلیسی جواب بدید. البته شاید در ابتدای راه به دلیل اینکه تا به حال به بیراهه رفتیم و ممکنه دامنه لغاتمون کم باشه و دلایل دیگه این پروسه کمی اذیتمون بکنه، ولی با کمی سعی و ممارست جواب میده. همراهان مهربان، تکنیکایی که براتون بیان میشه به صورت خلاصه در اینجا و به صورت بسیار مفصل همراه با توضیحات کامل در مجموعه انگلیسی مثل آب خوردن، حاصل سالها تحقیق و مشاوره و بررسی روش‌های عالی و آزمایش شده و نتیجه گرفته شده بر روی بسیاری از زبان آموزان در سطح کشوره. شک نکنید که اگر هم شما بخواید کمی روش‌های گذشته را اصلاح بکنید و با بهترین تکنیک‌ها پیش برید، بدون شک پیروز خواهید بود.